و ریپابلیکن عزیز نوبت شماست، بفرمایید. خواهش میکنم. تشکر از ریپابلیکن عزیز. این صدایی که بعضی وقتا میشنوید، نمیدونم یه نفر توی اتاق یاهو است که مثل اینکه سعی میکنه میکروفون بگیره. ریپابلیکن عزیز، صحبتی که شما کردید 100% درسته و شماها شانس آوردید به نظر من، که یعنی خوش بارتون که فقط کانال های تلویزیون لس آنجلس دو تاشو میبینید یا سه تاشو میبینید، مثل اینکه پارس رو میبینید اندیشه و چیز دیگری مثل که ندارید. اگر بدونید که اینجا چه خبر هست، چون یکی از کارهایی که جمهوری اسلامی کرده اینه که به نظر من، حالا این که من میگم دلیل سند 100% ندارم ولی واضح هست، یعنی ما الان یک سری، یه زمانی 2-3 تلویزیون بود، حالا 50-40-30 چند تا تلویزیون داریم لس آنجلس؟ من تو 34-5 تا تلویزیون درست کردن. یکیشون هیچ کار نمیکنه، فقط صبح تا شب فیلمای سیاه‌سفید 100 سال پیش نشون میده و بردم یک میکروفون هم میتونم ببندم که این صدای خیرخیرین آقای نیاد یا خانومه. فقط با من تبلیغای چیزای ایرانی میکنن. 20 تا از اینا درست کردن که به نظر من این شخصی که اینجا داره تلویزیون نگاه میکنه، وقتی 30 تا تلویزیون باشه خب عوض میکنه دیگه، بعد دیگه حرفای کار سیاسی رو نمیشنسه. بعدم تو بعضی از اینا انقدر میپرن به سبز و قرمز اینا. حالا بین من همین جلسه به زودی خواهد بود که من دعوت کردم به عنوان احترام پیشکسوتی، به هر صورت از تمام کسانی که در این رسانه ها هستن، اینو از اکثرشون که این طرح نهاد مردمی رو به عنوان احترام نشون بدم، آقا یه همین چیزی میخواد بیاد، امیدوارم که همه دنبالش رو بگیریم برای کمک به ایرانیان. اینجوری هم نیست که مثلا یکی زودتر بره قبل بره، وقتی درش بازه، در نهاد مردمی باز بشه، درش توش هیچ کس نخواهد بود و هر کی زودتر رفت میره اونجا و میشه عضو و غیره این حرفا. ولی با همین که از این از کسانی که برنامه تلویزیونی دارن که من دعوت کردم، مدیر تلویزیونم هستن، آقای فروتن این رفتی به اون سبز و مبز و اینا که نداره که. گفتم که آقای عزیز این هدف 5 اصله، شما اگه توش سبز و قرمز و بنفش می‌بینید خب من نمی‌بینم و این برای آزادیه، برای مردم ایرانه و غیره این حرفا. گفت خب نه اون خوبه، حالا من بیام ببینم چیه این حرف. منظور که
تازه اولشه، بین ما تفرقه خواهن انداخت، شروع میکنن تو اومد زدن، شما رو به ما مشکوک کردن، ما رو به شما، ولی تا وقتی که ما راسخ باشیم و از اون یک هدف پنج است نگذریم به هیچ وجه و فکر اون مریض سرطانی باشیم، من فکر کنم به موفقیت خواهیم رسید. سه تا مسئله هست، نوش میگن Faith, Truth and Charity. Truth یعنی حقیقت. اگر حقیقت، فقط تو فقط شما به حقیقت فکر بکنید، من و شما، و فقط دنبال حقیقت باشیم و راستی باشیم، مسلماً حقیقت همیشه موفق خواهد بود و برنده خواهیم شد، حتی اگر حقیقت تلخ باشه. وقتی که ما میدونیم سرطان داره یه نفر، اون حقیقت تلخیه، ولی تا وقتی ندونید که سرطان هست نمیتونید فکر دواشو باشید. پس اول حقیقت هست که truth، دوم faith هست یعنی باور داشتن و ایمان داشتن، نه لزوماً ایمان به خدا یا به پیغمبر یا اسلام، ایمان، faith یعنی من ایمان دارم که این کار شدنی است و ایمان دارم با قدرت میتونم برم جلو بر اساس حقیقت. حقیقت رو بپرسید، با ایمان برید جلو. و سوم میشه از charity. charity یعنی عشق ورزیدن به دیگران، یعنی کمک کردن به اونایی که ندارند و نمیتونن. ما اگر این سه تا رو در جلو چشمون بگذاریم، حقیقت، حقیقت و درستی، ایمان، اراده و ایمان، و کمک به دیگران و همیاری، این سه تا با اون یک هدف پنج اصل ما رو به آزادی خواهد رسان. بقیه‌اش بعد مسائلی هست که تو هر جامعه هست و میریم بالا یا اینوری یا اونوری، بالاخره درست میشه.